سر خط تازه ترین و مهمترین خبرها، مداخله فوج پاکستان در ولایت پنجشیر، سفر امیر قطر به آمریکا، واشنگتن بدون همکاری دوحه قادر به تخلیه بیش از 124,000 نفر از افغانستان نبود، کابلو تاریکای توسعه یافته تا پایان ماه فوریه در کابل برگزار می شود. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها، کابلو تاریکای توسعه یافته تا پایان ماه فوریه در کابل برگزار می شود. هشت صفحه کابل می نویسد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته است در حال هماهنگی تاریخ برگزاری نشست تاریخ‌های توسعه یافته تا پایان ماه فوریه در کابل است. خبرگزاری تاس روسیه امروز سه‌شنبه 12 همه دلوه به نقل از نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نگاشته است که کشورهای شرکت کننده در تاریخ‌های توسعه یافته روسیه، ایالات متحده آمریکا، چین و پاکستان اکنون در حال هماهنگی تاریخ برگزاری دور بعدی مذاکرات قبل از پایان ماه فوریه در کابل هستند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با تاس گفته که ما در حال هماهنگ کردن تاریخ برگزاری دور بعدی مذاکرات با شرکای خود در تاریخ‌های توسعه یافته هستیم که تا پایان ماه فوریه در کابل برگزار خواهد شد. این دیپلمات روسی خاطر نشان کرده که طرف روسی توجه به تاریخ‌های توسعه یافته را بر تکمیل روند صلح بین الافغانی و همچنین مشارکت جامعه بین الملل در بازسازی فراگیر پس از جنگ افغانستان متمرکز کرده است. گفتنی است که پیش از این نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرده بود که نشست تاریخ‌های توسعه یافته تا پایان ماه جنوری در مسکو برگزار می شود. چین نیز از برگزاری این نشست تا پایان ماه فوریه در پکن خبر داده بود. نشست قبلی تاریخ‌های توسعه یافته در 20 عقرب سال روان با میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شده بود. همچنان این در حالی است که مسعود شناسی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد. گفته های علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در مورد مداخله پاکستان در ولایت پنجشیر و افغانستان. با این حال جبهه مقاومت ملی چنین می نویسد. فوری جبهه مقاومت ملی سربازگیری خود را در افغانستان آغاز نمود. جبهه مقاومت ملی با دادن معاش ماهانه 18,000 افغانی میخواهد 50,000 سرباز تشکیل دهد. در این پروسه نظامیان پیشین نیز صاحب وظیفه میشوند. سربازگیری نیروهای حکومت پیشین تحت نام قطعه مرگ میباشد. اما تا کنون این خبر از سوی منابع رسمی جبهه مقاومت ملی علی میثم نظری یا صبغت الله احمدی تایید و یا رد نشده است. با این حال سفر امیر قطر به ایالات متحده آمریکا، واشنگتن بدون همکاری دوحه قادر به تخلیه بیش از 124,000 نفر از افغانستان نبود، روزنامه 8 صبح کابل می نویسد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سفری به واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. بایدن در این دیدار که روز دوشنبه 31 جنوری انجام شد گفت که قطر را به عنوان اصلی ترین متحد غیر ناتوی آمریکا معرفی می کند. امیر قطر پیش از این که به دیدار بایدن برود در پنتاگون به دیدار لوید آستین وزیر دفاع رفت. پنتاگون گفته است که قطر به ایالات متحده آمریکا در تلاش هایش در افغانستان کمک کرده است و گفته آستین ایالات متحده آمریکا نمی توانست بیش از 124,000 نفر را بدون کمک قطر از افغانستان تخلیه کند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا خطاب به امیر قطر گفته است شما با آغوش باز پذیرایی کسانی هستید که افغانستان را برای یافتن آغاز جدید ترک کردند. بایدن نیز در صحبت‌های خود در دیدار با امیر قطر
و موضوع افغانستان پرداخت است. او از همکاری 50 ساله قطر با ایالات متحده آمریکا سخن گفت و افزود که مشارکت با قطر در جریان سال گذشته در بسیاری از حیات ترین منافع آمریکا نقش اساسی داشته است. او از جابجایی 1000 نفر از افغانستان به عنوان نمونه یاد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که با امیر قطر چیزهای زیادی را در دستور کار دارد و در مورد امنیت خلیج فارس، خاورمیانه، تضمین ثبات انرژی جهان و ادامه کار مشترکشان برای حمایت از مردم افغانستان صحبت می کند. امیر قطر نیز در سخنانش گفت که دوحه و واشنگتن در مورد افغانستان نشان داده اند که قوی و محکم می توانند با همکار و همکاری کنند. او از یک افتخار می کند که توانستند 10,000 نفر را از افغانستان تخلیه کنند. قطر به مسیر برای تخلیه شهروندان افغانستان تبدیل شده است. پروازهای تخلیه نیز از سوی این کشور مدیریت می شود. شهروندان افغانستان در پایگاه نظامی در قطر برای مدت مقیم می شوند تا واکسین کرونا دریافت کنند و غربالگری شوند. این مهاجران سپس به ایالات متحده آمریکا سفر می کنند. با این حال گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: پهنای پنهان بازی های جهانی با گیم طالبان چیست؟ دو سخن و یک تصمیم عجیب، جهانی علیه ملت افغانستان. نوشته محمد عثمان نجیب. کشور ما آوارگاه مقابله و معرکه گاه بازکشی ها برای کسانی است. حق پادشاهی، هفته آخر زندگی حبیب الله کلکانی، رد پای فرعون، نقش ایران در ترور قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می‌گذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقاتی خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات شما خواهیم بود.